حکایتی از مولانا و شمس. میگویند روز مولانا شمس را به خانه‌اش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. در این موقع شب شراب از کجا بیاورم؟ به یکی از خدمتگارانت بگو تهیه کنم. با این کار آبرو و حیثیتم از بین خواهد رفت. پس خودت برو و شراب خریداری کن. در این شهر همه مرا می شناسند. چگونه به محله نصارانشین بروم و شراب بخرم؟ اگر به من ارادت داری باید وسیله راحت مرا فراهم کنی، چون من شبها بدون شراب نمی توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد خرقه به دوش می اندازد، شیشه بزرگ زیران پنهان می کند و به سمت محله نصارانشین راه می افتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور کسی نسبت به مولانا کنجکاوی نمی کرد، اما همین که وارد آنجا شد مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده شد و شیشه شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا از عقبش براه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزود شد، تا اینکه مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن با او اقتدا می کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز با او اقتدا می کنید به محله نصارانشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق گدعای زهد می کند و با او اقتدا می کنید اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه می برد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طور بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و برگردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند، به خصوص که مولوی را در حالت سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده است و در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید به مرد متدین و فقیه تهمت شراب خاری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه را ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیز جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت. دیگران هم دست های او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا با آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای این که بدانی آن چه با آن می نازی جز یک سراب نیست. تو فکر می کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است ابدی،
در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آنان از بین رفت و آب دهن به صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل می رساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه برباد رفت. پس به چیز متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود.